وقتی قرآن میفرماد که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، به زبان خود دعا کن. بایستی بیماری خوب شناخته بشه، دعاتون قبول میشه، اما به شرط اینکه عجله نکنید. حتما انسان نتیجه خواهد دید زمانی که خدا وعده داده. تشخیص نادرست سبب میشه که بیمار بیشتر بیمار شود. قرآن شفا هست و هدایتش برای مؤمنان. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و محترم، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با کتاب ابن القیم هستیم در تشخیص بیماری ها، بیماری های البته روحی، نه بیماری های جسدی. خواهیم دید هم که البته بیماری های روانی و نفسانی یا همون روحی بر روی بدن هم تأثیر منفی میذاره و بدن را هم بیمار خواهد کرد. ابن القیم نسخه ای میپیچه برای فردی که بیمار هست، بیمار روانی است. البته وقتی میگیم بیمار روانی، در ذهنمون نیاد که یک انسان دیوانه زنجیری است. بیمار روانی وقتی میگیم یعنی این که انسانی که مرتکب گناه میشه، گناه به عنوان یک بیماری است و فرد گناهکار یک انسان بیمار هست. روان او الان روان مستقیم و درست نیست، روان آرام روان نیست که آرامش داشته باشه، نیازمند علاج هست، بایستی به او داروی مناسب داد. اولین دارویی که تجویز میکنه ابن القیم برای علاج بیماری های روان پریشی، داروی قرآن هست. امکان داره برای بعضی عجیب باشه که چطوری قرآن میتونه داروی باشه. خداوند قرآن اونگونه معرفی کرده که قرآن شفا هست و هدایتی است برای مؤمنان. قل هو للذین آمنوا هدى و شفا. بگو قرآن برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت هست، راه را نشونشون میده و داروست، شفاست. داروی دردهای اجتماعیمون، دردهای اخلاقی، دردهای اقتصادی، دردهای سیاسی، هر دردی که هست قرآن علاجشو قرار داده. قرآن شفا هست بالاخره. وقتی میگیم که هر دردی، منظور این نیست که حالا انسان دیگه، وقتی میگیم قرآن به عنوان بهترین داروست، معناش این نیست که دیگه انسان از داروهای دیگه استفاده نکنه. یه وقتی این دارو، این بیماری انسان یک بیماری عضوی است. حتی یه وقتی که از نظر دچار بیماری روانی میشه، امکان داره به خاطر یک سری کمبودها باشه که راحت میتونه با مراجعه به یک روانپزشک خودش رو علاج کنه. این دستور قرآن هست، این دستور دین هست، این علم هست. شناخت انسان، روان انسان، انسانی که خودش یک عالمی است که هنوز شناخته نشده، و قرآن هم امر کرده به تفکر در انسان، در خود انسان. و فی انفسکم افلا تبصرون، در خودتون میگه تفکر کنید، تعقل کنید، تدبر کنید، خودتون رو بشناسید. هیچ اشکالی نداره که انسان بره پیش یک روانپزشک و اگه یه بیماری روحی داره که میتونه علاج کنه، با همکاری اون علاج کنه. اما بحث ما در این است که قرآن هم خدا اونو به عنوان یک شفایی قرار داده، بهترین شفا و بزرگترین شفا هست، شفای بیماری های روحی و حتی یه وقتی بیماری های جسدی. وقتی قرآن میفرماد که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، از قرآن و رحمت للمؤمنین، از قرآن ما قرآن نازل کردیم که شفاست برای مؤمنان و رحمتی است برای مؤمنان.
البته در اینجا که من که اومده من القرآن، به معنای نیست که بعضی از قرآن شفاست و بعضی دیگه شفا نیست. اینو بهش میگن که من بیانیه، بیان جنس، یعنی میگی که از خود قرآن به طور کلی شفاست و هدایتیست برای مؤمنین. قرآن شفای جهل و نادانی انسان هست، شفای دور کردن انسان از بندگی انسان برای غیر انسان، برای انسان هست، برای بندگی برای مردگان هست، برای خورشید هست، ستارگان هست، موجودات که نمی بیند یا تراشیده ذهن و خیال خودش هست. قرآن شفای همه اینها هست و دردهایی که در اجتماع هست، در روابط بین انسان ها، خانواده، فرزندان، همه اینها خداوند قرآن رو شفا قرار داده. گروهی در سفر بودند، به قبیله رسیدند، تقاضا کردند که از اونها پذیرایی کنند، حق میهمانی ادا کنند. این در بین عرب خیلی مهم بوده که بایستی میهمان نوازی کنند، برای میهمان هم ارزش قائل بودند. خب این قبیله خودداری کردند، حالا به هر دلیلی که بوده. رئیس قبیله عقربش میزنه، خب اینها هر سعی و تلاشی میکنند که علاجش کنند نمیتونند. میان به این مسافران که از یاران رسول الله هم بودند، موضوع را میگن، میگن کسی هستش در میان شما که بتونه رئیس ما را علاج کنه؟ یکی از اونها گفت بله من میام، اما به شرط اینکه حق میهمان شما ادا کنید، میهمان نوازی کنید. قبول کردن. خب این هم میره میگه من هم شروع کردم به خواندن سوره الحمد. میگه خوب شد. رسول الله هم فرمودن که سوره حمد شفا دهنده است. ابن القیم خودش میگه، میگه که من مدتی بود در مکه بودم، دسترسی به پزشک نداشتم، هر وقت بیمار میشدم سوره الحمد رو میخوندم بر خودم و علاج پیدا میکردم. میگه این نسخه را برای چندین نفر دیگه هم پیچیدم، بهشون این سفارش رو کردم که بیمار بودن، پزشک در دسترسشون نبود، میگه علاج پیدا کردن. خب پس مسئله اینه که قرآن شفا دهنده است، اما آیا هر کس که بیمار شد بر خودش قرآن خون فوری شفا پیدا میکنه؟ یا اگه دعا کرد فوری شفا پیدا میکنه؟ یا اینکه اذکار و اورادی خون فوری شفا پیدا میکنه؟ یا اینکه نه، همطور که گفتیم برای شفا یافتن و تأثیر گذاشتن قرآن یه شرط و شروط هایی هست، یک مسائلی بایستی مراعات کرد. یه وقت میبینید که دعا اصلا خود ضعیف هست، دعایی که انسان کرده ضعیف هست. گفتیم که در اصل قرآن، دعا، اذکار، اینها شفا دهنده هستن، اما وقتی که تأثیر نگذاشت، و این خیلی هم سوال میکنن، من دعا کردم این چیزی نشد، قرآن خوندم علاج نشدم، میاد چه بسا که رها میکنه دیگه، حتی دعا خوندن و روی آوردن به خدا، بعد میگه که خدا منو به من اهمیت نمیده. این متاسفانه چیزهایی که زیاد تو این نامه هایی که به شبکه میرسه زیاد هست، میبینی اینها رو، خدا منو رها کرده، خدا به من نگاهی نمی کنه، هرچی دعا میکنم دعام قبول نشده. بنگر، برگرد، ببین که دعا چه اشکالی داره. یه اشکال هایی توی دعات هست، وگرنه که خدا فرموده که قرآن شفا هست، وگرنه که خدا فرموده که من دعای شما را قبول میکنم هر طور باشه. بنگریم ببینیم که مشکل ما کجاست. اولین امکان داره که دعایی که ما کردیم یک دعای ضعیفی باشه، دعای خوبی نباشه.
دعایی نباشه که خدا دوستش داشته باشه. در این دعا دعای گناهی داره کرده، دعای قطع صله رحم هست، نفرین کرده به خویشاوندش، تعدی کرده بر دیگران، نفرین کرده به ناحق بر دیگران. خب این دعا قبول نمیشه. در اینجا یک موضوعی میخواستم اضافه کنم که مرتبط با همین هست که یه وقتی در احادیث حتما میشنوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که به خودتون نفرین نکنید، به مالتون. یه وقتی اینکان داره سوار خودرو خودت هستید، خودرویتون دوچار یک اشکال عیبی میشه، امکان داره انسان بد و بیراه بگه، نفرین کنه، یا امکان داره مادری به فرزند خودش نفرین کنه، یا انسان به خودش اصلا عصبانی میشه، ناراحت میشه و دعا میکنه، خودشون لعنت میکنه، خودشون نفرین میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این کارو نکنید که امکان داره این دعای شما مورد قبول واقع بشه. در شرح این حدیث با توجه به آیات و اینکه دعا دعایی باید باشه که خدا مورد قبول و محبوب خدا باشه که قبول بشه، خداوند فرمودن که ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. اگه خدا اون گونه که مردمان شتاب میکنن در برآورده شدن بدی هاشون، همون گونه که دوست دارن خوبی ها زود برآورده بشه، عجل همه فرا می رسید دیگه. اون دعاشون برآورده می شد، همه از بین می رفتن، هلاک می شدن. اگر این دعایی که می کنه، نفرینی که می کنه به خودش، به مالش، به فرزندش، به دیگران برآورده بشه، خب نتایج بدی خواهد داشت. اما خداوند از رحمت خودشون این گونه دعایی که در اون تعدی هست، زیاده روی هست و قبول نمی کنه. پس شرط اینه که اینو فقط به عنوان در پرانتز بذاریم این قضیه که دعا بایست یک دعای خوبی باشه که خدا قبول کنه. اگه در اون تعدی باشه، به ناحق داره به دیگری نفرین کرده، درست نیست. در هنگام ناراحتی خودشو بد گفته، مادری به فرزند خودش در هنگام اوج ناراحتی اینو گفته، در حالی که اصلا این قصدش هم نیست، و بعد از اینکه ناراحتش از بین بره و خشم و غضبش فروکش کنه، اصلا به هیچ عنوان حاضر نیست که یک خاری هم پای فرزندش بره. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا ما رو توصیه میکنن که خود رو عادت بدیم به اینکه انسان همیشه دعای خیر کنه. چرا انسان بایستی زبانش به نفرین بچرخد؟ به جای اینکه بد بگیم، که بگیم خدا هدایتت کنه، خدا شر و بدی ها را از سر همه کم کند، شما را به راه راست هدایت کند، دعای خیر کنیم. اگه خودمون عادت بدیم به این قضیه، بسیار مهم هست و انسان میتونه خودشو از بدیهای دیگری که دنبال خواهد داشت نجات بدهد. خب وقت ما تموم شده، اما انشالله در برنامه آینده ما علتهای این که یه وقت انسان دعا میکنه، قرآن میخونه و میخواد به وسیله قرآن خودشو شفا بدهد و نتیجه نمیبینه، یکی از علتها را گفتیم و اون هم این بود که یک دعاش دعای ضعیفیست، دعاییست که مورد محبوب خدا نیست، خدا این نوع دعا را دوست نداره. حالا علتهای دیگه را با هم دیگه در برنامه بعد مورد بررسی قرار میدیم. پس سعی کنیم همیشه دعای خیر کنیم، حتی در هنگام عصبانیت، به جای اینکه خودمونو نفرین کنیم یا دیگرانو نفرین کنیم، دعای خیر برای خودمون کنیم. فلیقل خیرن او لیسمون، اینو شعار خودمون قرار بدیم، یا خیر بگیم یا ساکت بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی قرآن می فرماد که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، به زبان خود دعا کن، بایستی بیماری خوب شناخته بشه.
دعاتون قبول میشه، اما به شرط اینکه عجله نکنید. حتما انسان نتیجه خواهد دید زمانی که خدا وعده داده. تشخیص نادرست سبب میشه که بیمار بیشتر بیمار شود. قرآن شفا هست و هدایتش برای مؤمنان.